دوستان عزیز، به مجلس بزرگداشت ایرانی کار و تجلیل از استاد فرزانه جناب آقای پروفسور یار شاطر خیلی خوش آمد. همونطور که میدانید هر سال در چنین فصلی در کشورهای مختلف جهان، کشورهای آباد و آزاد جهان، نه کشورهایی که در بند تعصبات هستند، این خدمت بزرگ ستاری که دکتر یار شاطر بزرگ داشتش جشن گرفته میشه و یادآوری میشه. در لندن این خدمت به اعتبار عظمت روح و اندیشه آقای پروفسور یار شاطر که مورد علاقه همه ما ایرانیان هست، فستیوال هنر این همت رو به خرج میده و این برنامه رو به عنوان بزرگداشت ایرانیکا و بزرگداشت و تجلیل از پروفسور یار شاطر انجام میده. جا دارد که از مساعی فستیوال هنر و شخص خانم رحیم خرازی مدیره فستیوال هنر هم تشکر. به من تکلیف شده که یه چند کلمه ای عرض بکنم، چند جمله ای خیلی مختصر. من صحبتام خیلی مختصر خواهد بود چون حالم خیلی خوش نیست و حسب تکلیف و به احترام دکتر یار شاطر آمدم و دوست به احترام شما دوستان عزیز. عرایض من در سه قسمت خیلی مختصره. قسمت اول خصوصیات دکتر یار شاطر. دکتر یار شاطر یک شخصیت استثنایی است. فکر میکنم که همه شما که اینجا تشریف دارید با این شخصیت استثنایی و این بزرگ مرد فرهنگ ایران آشنایی داریم. یکی از ویژگی های این مرد بزرگ پایمردی و ایستادگیش در برابر مصائب زندگی است. و دکتر یار شاطر مصائب بزرگی گذشته که انقلاب ایران اهمش بود، چون تمام رشته های کمکی که به این مرد میشد در رژیم گذشته قطع شد. حذف فیزیکی کسانی که مورد علاقه ایشون بودن و به ایشون کمک میکردن و دوری و عرض کنم هجرت دوستان و یارانی که مورد علاقه ایشون بودن به ایشون میتونستن کمک بکنن و بعدم تبعید اجباری خودشون و اقامت اجباریشون در خارج و تنگی معیشت ایرانیکا و اینکه هی دست تقاضا به سوی این آن دراز کردن با دست لرزان و قلب شکننده و پریشان که همیشه مترسل این است که نبادا متوقف بشه کار، داره این کار ادامه میده. ویراستاری تمام موالات رو در تمام مداخل شخصا انجام میده. من به یکی از طرفداران پرپاقرص ایرانیکا و از یاران بسیار نزدیک ایرانیکا که امروز در روی در نقاب خواب کشیده یاد میکنم، مرحوم امیرعباس عبیدا. امیرعباس عبیدا چه در واقعی که در شرکت نفت بود، چه اون موقع که وزیر دارایی بود، چه اون موقع که وزیر نخست وزیر شد، بدون هیچ گونه ملاحظه‌ای، بدون هیچ گونه درواسی، بدون هیچ گونه منت و سنتی برای ایشون به ایرانیکا کمک میکرد، به ادامه چاپ ایرانیکا کمک میکرد. یه خاطره ای براتون تعریف کنم برای تغییر ذائقه. آخرین باری که من مرحوم امیرعباس عبیدا رو دیدم در زمانی بود که ایشون وزیر دربار بود، آخرای نزدیکای انقلاب. در تابستان سال 1357 من برای دادن گزارش آمده بودم تهران و ایشون رسمش بود که چون خودش وزارت خارجه ای میدونست، معمولاً وزارت خارجه یا بهش زنگ می‌زدن می‌گفتن که سلام علیکم من اومدم تهران. می‌گفت خب یه نهار بخور. نهارای ایشون هم همه جور آدم بود. از حاج ابوحسین بود که عرقچی زرش بود، از بازار میومد و فلان سرهنگی که وقتی که ایشون خدمت وظیفه می‌کرده رئیسش بوده و سناتورها و وکلات همه جور آدم می‌اومدن می‌نشستن. نهار می‌خوردن بعد می‌رفت اتاقش تنها بدون هر کسی کاری داشتن. عبیدا وزیر دربار بود و من هم آمده بودم تهران
زنگ زدم گفتم آقا سلام علیکم محمد خسرو عزیز سلام بار تلگراف دیگه فردا بیا نهار گفتم آقا ماه رمضانه گفت مگه روزه گفتم نه در اینکه من مسافرم گفت خب منم که مریضم ولی یا نهار گفتم چه تو خونه وزیر دربار مددی کجاست گفتم که نه بلد نیستم گفت اول خیابون سعدآباد اونجا قبلا مال بختیار بودیم بعد گرفتم مهمان سرا کردم بعد چی بعدم شد بود خانه سازمانی وزیر دربار ما رفتیم اونجا ساعت یکی بعد از ظهر دیدیم که چند نفر دیگه هستن یکیش آقای یاشاتر که حی حاضر خواهران رسم شده که اشخاص در مورد افرادی بعضی اشخاص البته افرادی که فوت کردن و نیستن که شهادت بدن یه چیزایی میگن ولی من شاهد دارم آقای یاشاتر تشتشن حتما نوار این برنامه رو میشنون یا میبرن برشون یه هرچه آقای پروفسور یاشاتر بود از وزارت خارجه آقای پورسرکی بود که سفیر بود از سوریه ماموریتش تمام شده بود آمده بود معتزد داشت رفته شیخ الاسلام زاده بود منیجر تسلیمی بود که وزیر اقتصاد بود و فکر کنم همین دیگه کسی دیگه نبود خیلی تا پنج شش نفر حالا کاری ندیمیشون سر به سر ما هم بذاشت کار جاش گفتنش اینجا نیست سر یه مجلس خصوصی باید بود و چقدر سر به سر شیخ الاسلام بودش گفت من این وزیر دیگه اتریش کردم ولی جز درد سر برای من نداشت چون من با امیرانی طرف کردم و کش بسرم داستان دریف در اونجا آقای دکتر یاشاتر چند تا کتاب جدید بود یعنی چاپ رو آورده بود برای حویدا که اهل کتاب بود میدونید که همیشه تاره میکرد و آقای مرحوم حویدا گفت یاشاتر باید هممون دست به دعا برداریم که عمرش دراز باشه و بتونه این خدمت بزرگ رو به سامان برسانه و انشاءالله ترجمه فارسیش هم انجام خب دعاش در حق یاشاتر مستجاب شد اما در حق خودش به صورت دیگه و بعد از اینکه انقلاب صورت گرفت و کمک هایی که به ایرانی کمی شد قطع شد مصیبت یاشاتر شروع شد برای این کسر درآمد که خب همه ما میدونیم که چقدر برش سخت بود این مرد که از این تقاضات می ولی به هر حال به جای رسونده بنابراین ما هم باید دعا کنیم که این مرد بزرگ ادامه داشته باشه کارش عمرش دراز باشه میدانم که خیلی برش سخته میدانیم که چقدر دشواره این خدمت استورک رو انجام دادن در این حالت بیماری که دستش میلرزه و میشونه و اینا رو اصلاح میکنه و ریاستاری میکنه امیدواریم که خداوند تبارک و تعالی به ایشون عمر درازتری عنایت بکنه و ما از برکات وجود ایشون بهره مند بشیم این تقیه اول صحبت من بود قسمت دوم صحبت بندم به همین اختصار انشاءالله خواهد بود محتویات ایرانی تاست میدونید که خب فرهنگ نامه زیاد داریم فرهنگ نامه ده خدا رو داریم که یادش گرامیست برای همه فرهنگ نامه عمید هست فرهنگ نامه نفیسی هست فرهنگ نامه های مختلفی هستن ولی ایرانی که یک کیفیت دیگه داره اولا که اسمش ایرانه و بعد هم در تمام صفحاتش و ورقه های این فرهنگ نامه اسم ایران تکرار میشه قضاهای ایرانی، آداب ایرانی، سنت‌های ایرانی، هر چی که بخواید و به همین دلیل طولانی شده و طول کشیده ولی یک نکته اساسی تر این است که در شرایطی که در اون بر خط سعی میکنن بگوین که تمام بزرگی‌های ایران بعد از اسلامه که دروغ بسیار بزرگی است ما قبل از اسلام هم بزرگی های بسیاری داشتیم تاریخ گواهه و افراد سیاه دل نمیتوانند بر مندرجات تاریخ قلم بطلان بکشن ایرانیکا سعی میکنه که به تمام معنا بزرگی های ایران رو به رخ بکشه و نشون بده چنان که میگوید در یکی از مدخل های ایرانیکا دیدم که این که میگویند
فرهنگ اسلامی فرهنگ ایرانی است. و البته ایران از خودش نمیده ایرانی کار. این رو بزرگان دیگری گفتند که من برای اینکه حافظم یک کمی ضعیف شده یادم نره یادداشت کردم. این از ابن خلدون گرفت. ابن خلدون دانشمند قرن هشتم هجری میگوید عرب هر چه دارد از ایران. میدانیم یا میدانید یا شنیدیم یا خواندیم که عرب ها در گرامر شما بهتر از همه آقای بشه میزاده میدونن و آقای بزرگی هستن که با فرهنگ عربی آشنا هستن. در گرامر دو تا مکتب دارن، مکتب بصری و مکتب کوفی. رئیس مکتب بصری سیبویه که ایرانی بود. رئیس مکتب کوفی هم کسایی بوده که اونم بود. بنابراین این قصه رو داشته باشید. میرسیم به تفسیر قرآن. مفسرین بزرگی که قرآن رو تفسیر کردن از ابوالفتوح رازی گرفته تا این اخیراً در معاصر القدیر و المیزان و علامه طباطبایی و آقا بزرگ تهرانی تمام این ایرانی بود. خب این رو ایرانی که به ما منعکس میکنه. این خدمت بزرگی است. باز هم برمیگردیم به اینکه دعا کنیم که یار شاطر بیشتر از اینها زنده بمانه و این خدمت بزرگ رو ادامه بده. به این نشریه سترد و ارزنده رو این البته نقض فرهنگنامه های دیگری که هست نیست ولی مکمل هم هست و بایستی که قدرش رو دانست و اگه دستمونم میرسه کمک بکنیم ولو یک دلار ولو پنج دلار ولو ده دلار بگیرم میکنم. مطلب آخری که میخوام عرض کنم خدمتون عرض کردم قول دادم که خیلی خلاصه باشه عرایزم خستتون نکنم. در مورد یکی از منادیان ایرانیکاست. یکی از کسانی که بی نهایت از جان دل زحمت میکشید که ایرانیکا رو معرفی کنه و متاسفانه در حدود یک ماه پیش روی در نقاب خواب کشید. یاد کنم از مهندس عبدالحمید اشراق. خدایش بیاموزه. علاوه بر اینکه میگردن خود ما در کانون ایران حق داره چندین سخنرانی خیلی جالب و سودمند و ممتع از ایشون داریم ما. انسان سه‌بعدی چه در بعد فرهنگ چه در بعد موسیقی چه در بعد معماری ایشون صاحب نظر بود و کوشا بود و همت بالایی داشت و در معرفی ایرانیکا نقش بسیار اساسی داشت و همیشه هم در برنامه‌های هم که فستیوال هنر برگزار می‌کرد برای چیز اشراق بود. امشب اینجا جاش بسیار خالی است. یادش گرامی بود. اشراق در کانون ما ازش تجلیل کردیم و زندگی نامش رو گفتیم و در مراسمی هم که همکلاسی من دوست من آقای دکتر سیروس آموزگار در پاریس کشته بود متأسفانه من حالا مساعد نبود نرفتم ولی خب دلم اونجا بود. یادش گرامی بود. آدم خوش صحبتی بود. آدم شیرینی بود. به اصطلاح انگلیسا سنس آف یومور هم داشت. از جمله سنس آف یومور برای اینکه جبل حزن عوض بشه میگفت اسم من در شناسنامه میرزا عبدالحمید اشراق. راست میگفت. بهشون داده. گفت اگه این میرزا رو اونورتر میذاشتن میشد عبدالحمید میرزای اشراق میترسی خودمون به شازده ها بچست بودیم از شازده های واجبی. بله حالا اشراق یه همچنان ایشون همه تون شعر معروف کریم کاشانی یادتونه که میگوید که افسانه حیات نبودی به روز بیش اون هم کلیم با تو بگویم چسان گذشت یک روز صرف بستن دل شد به این آن روز دگر بکندن دل زین و زان گذشت.
اما چطور میشه آدم، من همیشه با کلیم در درون خودم این گفتگو رو دارم که چطور میشه از آدمایی که بهشون انسان علاقمنده در روزگار سختی در غربت دردهاشون رو با هم نصف کردن، با هم صحبت کردن، با هم تشریح مسائل داشتن، با هم درد دل کردن، وقتی میرن آدم فراموششون کنه، اشراق رو فراموش نمی کنیم، یادش گرامی میداریم و امیدواریم خداوند او روح او رو با نیکان محشور بدهد، با خدمتگزاران ایران محشور بدهد. تشکر میکنم یک بار دیگه از فستیوال هنر خانم تشکر برای برگزاری این جلسه. خیلی تشکر میکنم.